داشتم اتاقش رو مرتب میکردم. جمیله بیا. برای تابستون یه فکرایی دارم، میخوام بفرستمت آلمان پیش دایید. نظر چیه؟ چی شد به این فکر افتادین؟ واسه اینکه یه حال و هوایی عوض کنی و یه مدت هم اونجا باشی. واقعا؟ خب آره، آلمانی هم یاد میگیری، خوبه نه؟ آره خیلی خوبه. وقتی هم برگشتی یه کار پیدا میکنی. چرا؟ اگه بخوای میتونیم یه رشته انتخاب کنی، ادامه تحصیل بدی. خیلی خوب، نظر چیه جمیله؟ هزینش خیلی زیاده، از کجا این همه پول بیاریم؟ عزیزم، ما همه این پولا رو به خاطر تو جمع کردیم، برای آیندت. تو یه دانشگاه ثبت نام میکنی، بعد 4 سال با مدرک برمیگردی. 4 سال؟ امکان نداره بتونم این همه از اینجا دور باشم. پس یه رشته انتخاب کن که زودتر درست تموم شه. آره، مثلا 1.5 سال، اینطوری بهتره. باشه، هر تو راحتی. نظر مامان چیه؟ اون نمیذاره من برم. میذاره، من باش حرف میزنم. باشه، خیلی خوبه. مبارکتون باشه آقا. ممنونم، خدا خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون. به سلامت. این ماشین خیلی قشنگه. امروز این خبرو تو همه این مجله ها چاپ میکنن، راحتت نمیذارن. مهم نیست، تنوع همیشه لازمه. تا حالا عمو درخواستای تو رو رد نکرده، حالا وقتشه یه کاری بکنی که خوشحال بشه. دلیل این حرفو چیه؟ چیز بدی گفتم؟ خیلی خوب میشه اگه درستو تموم کنی و کارتو تو شرکت شروع کنی. عمو دوست داره تو کنارش باشی. میخوای کجا برسونمت؟ میخوام برم دفتر وکالت. میخوام بدونم چرا نتونستم برم پاریس. هر کاری میخوای بکن، با وکیلت صحبت کن، میتونی باش قرارداد 2 ساله ببندی. من که مشکلی ندارم، هیچ مشکلی. نکنه میخوای از دستم خلاص بشی؟ اینجوری میگم خوشت نمیاد، اونجوری میگم خوشت نمیاد. به خدا دیگه نمیدونم باید چی کار کنم. چرا زود عصبانی میشی؟ اینطوری که نمیشه آخه. این کارو نکن، دارم رانندگی میکنم. بفرمایید. ممنونم. خواهش میکنم. فکر کنم این خوبه. اوه قشنگ نه؟ خیلی به نهال میاد. عالیه. نهاد برای یه دختر رئیسش خیلی داره ولخرجی میکنه. نه خانم، شوهرم واسه دختر خواهرزنش کادو میخره. ممنونم بیسان، اون نیازی به خود شیرینی نداره. ای بابا، خیلی زود به خودت میگیری. اینطور نیست، تو با کنایه حرف میزنی. وای خدا، تو چرا این روزا اینطوری شدی بیسان؟ یا به خودت میگیری یا حرفای عجیب میزنی. خانم ما انتخاب کردید چی میخواییم بخرین؟ بله، من این ساعتو میخوام. منم اینا رو میخوام. اینو. خیلی قشنگه، حتما نهال خانم خیلی خوشش میاد. خیلی ممنون. من برم جعبه هاشو بیارم. اینقدر اخمو نباش، بخند. باشه. سلام مامان. بیستان جان متاسفم، خیلی معطلت کردم. 5 دقیقه دیگه میام پیشت. نه عجله نکنین، کارم تموم شد. شما برین چیزی که میخواین سفارش بدین، من میرسم. باشه عزیزم. وقتی گفتی مامان فکر کردم مامان خودمونو میگی.
یعنی اینقدر این زن رو دوست داری؟ بیشتر از مامان به ما اهمیت میده. حق با توه، این زن واقعا مهربونه. خوش به حال نهاد با این مادرش. خدا رو شکر. خیلی خوب، بهتره بریم. خداحافظ. خدا نگهدارتون. سلام، ببخشید میتونم عدنان بیک رو ببینم؟ من خدمتکارشون هستم. سلام، عدنان بیک سر جلسه هستن، اگه دوست دارید میتونید منتظر بمونید. باشه، منتظر میمونم. ایشون خبر دارن که قراره تشریف بیارید؟ بله، خودشون گفتن ولی نگفتن چه ساعتی. بفرمایید بشینید، هر وقت اومدن بیرون میتونید برید پیشون. متشکرم. تمام اینجاها مال ماست. شرکت سمیه مبلغ زیادی پرداخت کرد که این منطقه رو از ما بگیره و کارمون رو متوقف کنه. یعنی حالا باید برنامه‌مون رو عوض کنیم. گفته بودم از سال پیش پروژه رو شروع کنیم. چرا همه زمینای اطراف رو خریداری نکردیم؟ این منطقه خیلی مهمه و همه میدونن که چقدر برامون ارزشمنده. به خاطر همین نباید اون زمینو از دست میدادیم جناب خلدون. میدونید چریک این شرکت کیه؟ المیونال. قصد دارن تلافی و مناقصه رو در بیارن با همین سادگی. میخوان زمین وسط پروژمون رو بگیرن و کارو متوقف کنن. نباید ساکت بشینیم، این غیر ممکنه. این اولین باری نیست که همچین مشکلی پیش میاد. باید هرچه زودتر حل بشه. این زمین رو سریعتر بخرید. با من بیا. الو، من واقعا نمیفهمم که چرا این پروژه رو واسه انتقام شروع کردیم. خبرای بد زود میرسه، تحمل داشته باش. نمیدونم این زمین به چه دردتون میخوره. ندیدی به چه درد خورد؟ عدنان از عصبانیت داشت منفجر میشه. به این شرکای جدیدت اعتماد نکن، این طمع داغونت میکنه، خواهی دید. من مطمئنم بابا. نگران من نباش، من وضعم خیلی هم خوبه، خیالت راحت باشه. هر از گاهی نگاهی به پشت سرت بنداز، یه وقت از پشت بهت خنجر نزنم. قبلن این خنجر از تو خوردم، برای همین یاد گرفتم که به کسی اعتماد نکنم. پس دیگه حرفی واسه گفتن نمونده. حداقل برای زمین به هم تبریک بگو. خیلی خوشحال نباش. خداحافظ. خواهیم دید. خداحافظ. همیشه دلم میخواست تو کشتی کار کنم، ولی چون خدمت نرفتم نمیتونستم. معذرت میخوام، باید قبلش باهاتون در میون میذاشتم، ولی یه دفعه این تصمیمو گرفتم. میشه اتفاقات این چند روزو برام توضیح بدی؟ اتفاقای بدی توی خونه افتاده. تو هیچ وقت اینطوری به هم نمیریختی پسرم. اگه مشکلی هست به من بگو. تنها مشکلم اینه که میخوام برم، چیز دیگه ای نیست. میخوام زود برم، بذار همینجا باشه. چشم آقا. عموم تو اتاقشونه؟ یکی از خدمتکاراشون به اسم بشیر پیششونه. خیلی خوب، کاراتو انجام دادی؟
کی میخوای بری خدمت؟ یه سری آزمایشات باید انجام بدم. فصل جدید که شروع شد میرم خدمت. سلام. سلام مهند. داریم راجع به تصمیم بشیر حرف میزنیم. راستش خوب شد چه اومدی. به خاطر اتفاقی که اون روز پیش اومد بشیر میخواد از تو عذرخواهی کنه. درست نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی اینطوری نمیتونم تحمل کنم. نه امو لازم نیست. بهتون گفتم که هیچ مشکلی نیست. معذرت میخوام. بشیر به سلامتی میخواد بره. بهتره که با هم دوست باشی. انشالله به سلامتی. من دیگه باید برم. باشه. اگه چیزی لازم داشتی بگو. خیلی ممنون. خداحافظ. خدا به امانت. ماشینو تحویل گرفتم. مبارک باشه. رفتی دانشگاه؟ بعد از اینکه بچه رو رسوندم مدرسه رفتم. بله. امتحان داشتم. چطور بود؟ خیلی خوب بود. اگه غیر از این بود نمی اومدم. خوبه. با نهاد صحبت کن. یه مشکلی پیش اومده با هم حلش کنید. باشه. من اومدم. شب با هم برمی گردیم. البته با ماشین من. میخوام فقط یه روز مال من باشی. یه روز واسه خودمون دوتا. فقط یه روز. الو سمر، نمیدونی چی شده. هلمی سهیر رو تهدید کرده. کامل تعریف کن ببینم چی شده. خب سهیر اومده اینجا. این مرتی که نمیدونه داره چی کار میکنه از سهر میخواد زد من باشه. بعدش با پرویه تمام بهش گفته که دوست دارم کنارم باشی سهر خانم. ظاهرن این آدم روانی هنوز دست از سرم بر نداشته سمر. خب منم نشونش میدم. میشه وقتی برگشتم صحبت کنیم؟ تو الان کجایی؟ تو راه هم دیگه میرسم. باشه بیا تا همه رو واسه تعریف کنم. زود باش دیر نکنی. فکر نمی کنه بیایی همه چی رو واسم تعریف کنی؟ تا این حد به خودش مطمئنه؟ نمی دونم به خدا. مرسی عزیزم. نوشه جان. تلاش می کنه قانعم کنه.
نکنه تو داری ازم سوء استفاده میکنی؟ چقدر ساده ای، اون داره ازت سوء استفاده میکنه، بایدم اینو بگه. از ترسش نمیدونه چی کار کنه. مگه میتونه با عدنان در بیفته؟ امکان نداره. خودم میدونم. یه طرف عدنان، یه طرفم حلمی اونان. به خاطر خودت گفتم که روشن چی؟ بهتره بفهمی جایگاهت کجاست. معلومه، اگه نمیدونستم اینجا چه کار میکردم. خوب بازی کردی یا شاگرد تو هم دیگه. او سهیلا چه خوشگل شدی. خیلی بد آرایش کردن؟ نه اصلا، خیلی خوشگل شدی. خیر باشه، کجا داری میری؟ هیچ جا، یعنی دارم میرم خرید. گفتم یکم به خودم برسم واسه تنوع. خوبه، انگار شما هم از خرید برگشتی. لباس جشن نهال آوردم. وای خیلی دوست دارم ببینمش. خب وقتی برگشتم میبینمش. فعلا خداحافظ. خداحافظ. رفت بیرون. پرده رو بکش، یه وقت از اینجا ما رو میبینه. از اونجا ما رو نمیبینه. ای بابا چرا نمیره؟ دارن از خونه دورتر میشن. بهتر اینجوری کسی فکر بد نمی کنه. خیلی هول شده. نگاه چجوری را میره الان میفته. به چی نگاه میکنید؟ همینجوری بیرون رو تماشا میکنید. داریم سهیلا رو نگاه میکنیم. شما هم بیاین. بیاین دیگه، داره میره پیش آقا رضا. خیلی به هم دیگه میان. فعلا که فقط رفته ببینه چی کارش داره، هنوز خبری نیست. خیلی دور شدن دیگه، چیزی نمیبینیم. اینا هم که همش دنبال یه سوژه میگردن بخندن. کاتیا پنجره رو باز کن بهتر ببینیم. خیلی خوب دیگه، کافیه. زود باشید برگردیم تا آشپزخونه. سهیلا خانم سلام، کجا داری میری؟ مگه قرار نیست صحبت کنیم؟ بیام اونور. تو رو خودم مواظب خودت باش. ای یوش چقدر شلوغ اینجا. سلام. یکم جلوتر یه پارک کوچیک هست، بریم اونجا بشینیم. من خیلی وقت ندارم، اینجا بشینیم بهتره. باشه اینجا میشینیم، بفرمایین. خب اولا ازت خیلی ممنونم که اومدی. فکر نمی کردم که بیای. چون خیلی وقت نداری میرم سر اصل مطلب. اول از خودم میگم، من خرجمو از دریا به دست میارم و عادتهای بدی هم ندارم. تا حالا هیچ لقمه حرومی هم نخوردم، یعنی میتونم بگم انسان درستی هستم. خب من چی کار کنم؟ حالا من هرچی از خودم بگم نمیتونی منو بشناسی، ولی میتونم بگم که وقتی منو خوب بشناسی خاطرخوان میشی. من وقتی دیدمت با تمام وجودم عاشقت شدم. دلم میلرزه وقتی میبینمت. فکر کنم تا حالا منظورمو فهمیده باشی. دوست دارم راستشو بگی، دوست داری بیشتر آشنا بشیم یا نه؟ نمیدونم. پشیمون نمیشه اگه بیشتر آشنا بشیم، باشه؟ آی خندیدی، پس قبول کردی.
لمیس جان بچه ها رو میسپارم دست تو، مثل مادرشون ازشون مراقبت کن. به هم قول بده، قول بده هیچ وقت ترکشون نمی کنی. خوش اومدیم. سلام. سلام شهر خانم. کی تو حیاته؟ فیروزه خانم و سهیل خانمن. زود باش مراد بدیم تو، تا ما رو ندیدن. ببینم چیزی واسه خوردن داریم؟ آره عزیزم، لباساتو عوض کن تا برات بیارم. یواشتر، پس تو کی میخوای بزرگ شی؟ امان از دست شما. من که میدونم تو چرا نرفتی پیششون. بیری دهنتو ببند. سلام بچه ها، اووردیش؟ آره همین الان. نظرت چیه مراد؟ وای خیلی قشنگه، ولی کسی رو نداری باش برقصی. بیمزه. خیلی ازت ممنونم مادمازل، خدا حفظت کن. تو شادی بپوشی. از حالا گفته باشم که شلوار فارغ التحصیلی منم شما باید بیاری. حتما. ای حسود، واقعا که خیلی قشنگه. حیف که کسی رو نداری که باش برقصی. مراد ببین شوخی نمی کنم و جدی دارم میگم. تو خیلی خوبی مادمازه. تو هم همینطور. میخوام تو دنیا بهترین باشی. باشه، ولی گریه نکن. داری فارغ التحصیل میشی. خیلی خوشحالم، بهت افتخار میکنم. ممنون. باید خوشحال باشی، تو لیاقت بهترین زندگی رو داری. آرزو میکنم با بهترین آشنا بشی و خودت هم بهترین باشی. من چی؟ تو هم همینطور. امیدوارم بهترین روزا رو داشته باشین. حسنم سر رفت. یکم صبر کن. مهند و بشرا هنوز نرسیدن. بیمسئولیت همیشه دیر میرسه. الان میان. ماشالله همه مثل الماس میدرخشن. خدا حفظشون کنه. امیدوارم آینده یه درخشانی داشته باشن. چرا مهند نیومد؟ من از کجا بدونم؟ خانواده تو هم نیومدن. خب هواپیماشون تأخیر داشت، نرسیدن. یعنی میشه ما هم به جشن فارغ التحصیلی فرید بریم؟ اوه کتا اون موقع اگه عمری باشه. شما میدونید مهند کجاست؟ فقط خدا میدونه. ما که خانواده‌شیم نمیبینیمش، همش میره پیش بشرا خانم. بعضی وقتا میاد شرکت، منت میذاره و یه سری میزنه.
چه عجب. تا حالا کجا بودی؟ دیر کردی. تقصیر من بود، فیلم برداری خیلی طول کشید. مهم نیست، بشین. سلام. 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 سلام عزیزم. سلام. حالت چطوره سمر؟ خیلی خیلی خوبم. حال شدی؟ امشب شب بزرگیه. درسته، نهال خیلی مضطربه. شروع شد. اولیای گرامی، مهمانان عزیز، به جشن فارغ التحصیلی در سال 2008 و 2009 خوش آمدید. قبل از شروع جشن از شما مهمانان عزیز خواهش می‌کنم به احترام حاکم بزرگ آتاتورک مرادی دقایقی بایستید. نفر بعد بیاد داخل. باشید علاشی. بله بفرمایید. تو چند سالگی مبتلا به سل شدی؟ تا اونجایی که یادم 3 سالم بود، ولی بیماریم رفع شد و الان خوبم. از مشهد نشون میده مشکل تنفسی داری. کمیسیون پرونده‌تو بررسی کرده و نظرشون اینه که وضعیت جسمانیت برای شروع خدمت سربازی مناسب نیست. پرونده‌تو بگیر و بقیه کاره اداریتو انجام بده. برو معافیتم بگیر. آخه چرا؟ من که حالم خوبه. من میخوام برم خدمت. این نظر کمیسیون پزشکیه. ولی من نفر بعدی. از اینکه کارنامه ها به دانش آموزان داده بشه، از مدیر مدرسه استاد لوک دعوت میکنیم تشریف بیارن روی سن. صبح بخیر. خیلی خوشحالم که در جمع شما عزیزان هستم. جشن فارغ التحصیلی 2008 و 2009 رو به همه شما تبریک میگم. موفق باشید. در این بخش میخواییم هدایایی را به شاگردان ممتاز تقدیم کنیم. و حالا از شاگرد سوم با امتیاز 754 درخواست میکنیم که تشریف بیارن روی سن و اون کسی نیست جز آقای مارتی الماس. من از همه تون متشکرم. مامان و بابا خیلی دوستتون دارن. نوبت نهاله. و حالا شاگرد دوم خانم نهال زیاگیل با امتیاز 854. مرسی. سلام، نمیخوام مثل مارت کم صحبت کنم. اول میخوام از معلمان و دوستانی که به من کمک کردن تشکر کنم. از خانوادم هم ممنونم که با افتخار همیشه منو یاری میکردن. و همچنین میخوام از کسی که به اندازه من لایق این هدیه است و به من کمک کرد تشکر کنم. مادمازل لمیز، خیلی ازت ممنونم. چنین از پدر عزیزم. این جایزه رو به پدر و مادرم که مطمئنم از آسمون داره به ما نگاه میکنه تقدیم میکنم. دوستتون دارم. موسیقی.
عزیز دلم بهت افتخار میکنم. فارغ التحصیلی شما را نمیدونم. و شاگرد اول با امتیاز 954. مبارک باشه عزیزم. مبارک باشه. ممنون. کاش نهالی شریک رقص پیدا میکرد. خواهش میکنم بهش نگید که نمیخواد شب به جشن بریدا. راستش خیلی خوشحالم. دیگه نمیدونم چی باید بگم. خیلی ناراحت میشه. تبریک میگم. فارغ التحصیل شدم. سربلندم کردی. تبریک میگم. عزیزم مبارک باشه. مرسی. مبارکه. کارنامه تو ببینم. انشالله فارغ التحصیلی تو. حالا کارنامه مهندم. حالا معرفی میکنم. مهند کارنامه. کارنامه مهند. ای شیطون داری تیکه میندازی؟ عمو سلیمان منو رو سن دیدی؟ آره عزیزم به تبریک میگم. عزیزم خوشحالمون کردی. بهت افتخار میکنم. رنین جان بهت تبریک میگم. ممنون. منم از طرف مامانم تبریک میگم. خیلی دوستاش بیاد ولی یه کمی ناخوش بود. آره میدونم صبح به هم گفت. کاش که میومد. حوصله نداشت چیکار کنه. خب حالا میخواین چیکار کنین؟ نه حال باید زود بره خونه. درسته باید خودم رو واسه شب آماده کنم. حالا که خیلی زوده. کارام زیاده موهام آرایشم. نمیخوام شریک رقصم خیلی منتظر بمونه. منم همینطور. خب خانم خانم آبا کی میخوای بری جشن؟ با طارق میرم. جلوتر رفته آماده بشه. منم با اون پسره میرم که داره از در میره بیرون. اون عینکیه رو میگم. تو رو خدا دلشو نشکنو. پس نمیریم با هم نهار بخوریم؟ نهار خیلی عجله داره. بعدا نهار میخوریم. قبلش دوست دارم برم سر خاک مادرم. حتما. زود باشید بریم. ایشالا که تو جشن بهتون خوش بگذره. مگه با ما نمیای؟ نه راستش خیلی کار دارم. مهند فرار کرد. نه خیر ما هم باید بریم خونه. نمیتونم فرید و زیاد تنها بذارم. باشه بعدا میبینم اتون. ازتون خیلی ممنونم که اومدی. ما باید ازت تشکر کنیم که این سعادت رو به ما دادی. سر بلندمون کردی. خدا حفظش کنه. سلام خانم. کجایی؟ دارم اتاقتون رو تمیز میکنم. هنوز بر نگشتن خونه؟ هنوز کسی نیومده. من تنهام. خوبه. شما دارین برمیگردین؟ نه میخوام واسه نهال کادو بخرم. هنوز کارم تموم نشده. امروز یکم دیر میام. باشه راحت باشین. به سلامتی نهال. به سلامتی. اصلا عجله نکن. واسه این حال کادو میخریم بعدم میریم خوش گذرونی. باشه. دست نزن. من میخوام حساب کنم. تو چرا حساب کنی؟ چرا تو حساب کنی؟ چه فرقی میکنه؟ نه وایسا من حساب میکنم. نمیشه که همش تو. یه وقت میبینی حسابم باطل میشه ها. باشه تو حساب کن. خیلی ازتون ممنونم. تا سر خاک مادرش نره خوشحالیش کامل نمیشه. آه کاش بود و این روزو میدید.
یاد روزی که به دنیا اومد افتادم. انگار همین دیروز بود. واقعا که آفرین. خیلی خسته شد ولی رتبه خوبی آورد. خیلی باهوشن ماشالله. هم خودش هم داداشش. واقعا که باعث افتخاره. انشالله بتونه امتحان ورودی دانشگاه هم قبول شه. انشالله. بابا من واسه سفر به آلمان خیلی فکر کردم. خب من خیلی دوست دارم برم. اگه تصمیم تو گرفتی میتونی بری، اما حق نداری دو روز بعد از اونجا زنگ بزنی بگی میخوام برگردم. نه واقعا میخوام برم. زبان یاد میگیرم و میرم رشته کامپیوتر. من هر کاری که تو بخوای برات انجام میدم. اگه میخوای کلاس بری برو، اگه میخوای دانشگاه بری برو، نگران چیزی نیستم. همین که تصمیم تو گرفتی برام کافیه. مطمئنم میخوام برم. ولی خیلی واسط سخت میشه اونجا تنهایی. دخترم میتونه چون اراده خیلی قوی داره. راستی بشیر چی کار کرد؟ یه زنگ بهش بزن. باشه. ببین کارش درست شده یا نه. صبر کن الان بهش زنگ میزنم. الو. من بگو پسرم چی کار کردی؟ هیچی. کدوم شهر افتادی بشیر؟ کار اداری تو انجام دادی؟ تموم شد، قبولم نکردن. چرا؟ یه نامه دادن که وضعیت جسمانی برای رفتن به سربازی مساعد نیست. وای خدای من. چی شده بابا؟ خیلی ناراحت شدم. منم همینطور، تا آخر عمرم مدیون میمونم. خیلی ناراحتم. سلیمان چی شده؟ الان تو کجایی؟ میخوام قدم بزنم. خوبه، ما داریم میریم خونه، تو راهی، پس میبینمت. منتظر من نباشید، دیر میام خونه. اینجوری نکن پسر، بیا خونه. باشه، خیلی دیر نمی کنم. من میام پیشت، فقط بگو کجایی. خیلی ممنون، میخوام تنها باشم. خیلی خوب، هر جور راحتی، مواظب خودت باش. واسه خدمت قبولش نکردم. چرا؟ نامه دادن که وضعیت جسمانیش واسه خدمت مساعد نیست. حتما خیلی ناراحته. یعنی اینقدر وضعیتش خرابه؟ آره، بایدم ناراحت باشه. آی نه نه، نتونست با هم حرف بزنه، خیلی ناراحت بود. آخه عزیزم، حتما خیلی ناراحت شده. پس دیگه نمیخواد بره؟ متاسفانه